به معنی باس حتی بمینی که شما قبلا میتونید که پول هایی که برهوی اگر برداشته باشین بخواین دوباره پرداخت بکنین میگیم لیو. برای که ما بتونیم یک اکانت جدید ایجاد بکنیم دانش کلیک میکنیم و بعد کانتینیو میگیم اینجا پس کن یا نام تعریف میکنیم پیشه میکنیم که استاف لیون یا پولی که شما به نحوی از کارمندا برداشت یا بازدهی هستین اینجا نام اسمش درج میکنیم و بعد اینجا به قسمت میتونیم که بلانس پول تعریف بکنیم در حدودی لگو 50,000 افغانی پول هستش که ما باید برای کاربان با پرداخت بکنیم ممکن ما قبل نادا بودیم بیدیم میگیم لیون بیدیم و اینجا برایش تاریخ درج میکنیم میگیم به این تاریخ باید پرداخت شدم بعد میگیم اوکی سیون کلوز میکنیم اینجا میست میگیم و اینجا دقیقاً که برای ما استاف لیون کانتت و اگر 50,000 افغانی دقیقاً که از ایکویتی ما کاهش کرد به معنی که یعنی پولیس که ما باید چی بکنیم پرداخت بعد میگیم نیو اینجا گزینه کاربرد دیگری داره تحت نام کردیت کارت داریم که این دقیقا یک نوع مصرف هست مثلا به استقبال کارت پس کن شما کارتی که من برای کارمندان میدین و کارتی که خودتان مصرف کنید چند اطلاعات خود اینجویتان برای اینجا شما برای کردیت کارت کلیک بکنید و کانتینیو را کلیک اینجا تعریف بکنید پس کن اینجا مشکل میکنیم مصرف کارت استاف کارت و بعد اینجا بلانس روش تعریف میکنیم این در حدود 50,000 افغانی ما ماهانه یا سالانه پرداخت میکنیم برای کارمندا جهت کارت و بعد سیوند کلوز میگیم اینجا دقیقاً که برای مایک اکانت ایجاد شد تحت نام استاف کارت در حدودی 50,000 افغانی و ای هم دقیقاً از ایکویتی شما کاهش نمیدی که این پولیست که برای احنی مصرف میشه میم نیو اینجا دستوری دارم تحت نام ایکویتی ایکویتی هم خود به معنی بدهکار معنی میده یعنی پولی که شما چی کار بکنید برای پرداخت بکنید که به معنی اینجا کلیک بکن و بعد اینجا کانتینیو رو یک اکانت رو بهش تعریف بکن فرض کن نشون میکنیم که equipment اکن و اینجا بلانس تعریف میکنیم میگه ما در حدود 60,000 افغانی بعد پرداخت بکنیم یعنی باز پرداخت بکنیم بعد اوکی میگیم اینجا هم سیوند کلوز میکنیم که این هم دقیقاً از خود اکویتی ما چی میشه؟ احتمال که کاهش میکنه به معنی که این پولیست که ما باید پرداخت بکنیم و به این شکل اینجا نیو کارسپون داره برای ادر اکانت تایپس که معمولا شما میتونید که از اکانت های بیشتر استفاده بکنید اکانت رسیو بل کرند اسید ادر اسید اینا کارسپون کرند اسید داره فلحال شما ثابت فلحالی منی میتن خبی داشته موتن خبی داشته بلینگ و اکانت پیول حسابات که شما پرداخت بکنین لیبیدیتی و به این شکل ترم دوره های تعریف شده برای برنامه پرداخت و کاست آف گودز ادر اینکم ادر اکسپنس عوایدی غیر رسمی آمادی غیر رسمی پس کن عوایدی غیر رسمی ممکن سروایسز باشه نه خدمات شما که شما اجازه به فروش نمیدید بلکه دوباره خدمات ممکن عواید دارید و به شکل شما میتونید که ادر اکسپنس هم تعریف بکنید اینجا گزینه های کاربردی خیلی زیاد هستش فرض کن از اینجا میتونید شما کانتر ایدیت بکنید و بلید فرض کن اینجا اکویپمنت انتخاب کردید ممکن اشتباه باشه ولی شما اصلاح بسازید ولی ایدیت اکانت کلیک بکن از اینجا میشه که ایدیت بکنید اینجا میشه که اکانت تایپ تغییر بدید و بعد اینجا داریم دلیت میشه که شما دلیت بکنید و چیزی خیلی خیلی کاربردی داریم تحت نامی make account inactive به معنی که این اکانت هست میتونیم میره ما غیر فعال بکنیم و برای از این کار inactiveش میکنیم اینجا و هر زمانی که موضوعی داشتیم دوباره برای چی میگیم شروع بکن اکانت هایی که inactive هست و میشه که دوباره یک بیمید دیخور کلیک دوباره شو بیمید که active
خب دوباره میریم هایت میکنیم و اینجا بعد ویو هاست که به شکل برای ویو بکنم یا فریکل این شکل ویو برای تعریف بکنم و اینجا از قسمت کستومایت کالم میتونیم نمونه شما اینجا بریکنم سی کارم نیم هست بلانس هست و تایپ و اتچ که شما در سایت کجا دون باشین دسکریپشن اینجا اد بکن و بعد اوکی بکن سپرین تحتمان دسکریپشن هم که اینجا نه و اگر لازم نبود میشه که شما دوباره کستومایز کالم برین و از اینجا دقیقت میتونه رموش بکنین و بعد دیگه اوکی و میشه کد ابزار زیاد است میتونید اکسل فایل بیارین و میتونید شما چاپ اکانت برین و میتونید ترانزکشن رو خود دریافت بکنین و از اینجا میتونید لیست خود چاپ بکنین تریوی هم برای شما اینجا میتونید کامتر شما در مگمون و بعد اینجا چیزی کاربردی که داریم اکتیویتی که را چک هست ریپورت نمال میتونید شما ریپورت بگیرین و از اینجا میتونید ریپورت بگیرین و اتج بکنید.